سلام، به مثبت فیلم خوش اومدین. سعید ابوطالب ریالیتی شوی جدید زد رو از یک شنبه 25 تیر ماه در پلتفرم فعلا رایگان تماشاخونه روی آنتن میبره. این برنامه با گردانندگی مجید واشقانی اجرا میشه و یک بازی نقش مخفی بر پایه استدلال و استنتاجه و به نظر میرسه که بیشتر به ارتش سری شباهت داره تا مافیا. بازی زد کلن شب و روز نداره. توی هر قسمت 10 نفر با هویت‌های مختلف وجود دارن که از این 10 نفر 3 نفر جاسوس، 3 نفر ضد جاسوس، 2 نفر توریست و 2 نفر گروگانن. اما قوانین بازی زد چی هست؟ قانون اول، شناسایی جاسوس ها توسط همدیگه. جاسوس ها مسلحن و یکی از اونها سرتیمه. اون دوتا جاسوس دیگه باید از طریق کلمات رمزی که از قبل به اونها گفته شده همدیگه رو شناسایی کنن. یک کلمه برای دور معرفه و یک کلمه برای دور بعد. ولی سرتیم کلمه رمز رو نمیدونه. باید در طول بازی از طریق گفتگو و صحبت ها دوتا همکار جاسوس خودش رو شناسایی کنه. قانون دوم، افراد تیم ضد جاسوسی. در مقابل جاسوس ها 3 نفر توی تیم ضد جاسوسی هستند که از اونها هم 2 نفر مسلحند و 1 نفر به اسم سرگرد از اول مسلح نیست. سرگرد مأمور مخفیه و به کلمات رمز جاسوس ها دسترسی داره. باید توی دور معارفه و دور بعدی دقت بکنه و بعد از اینکه جاسوس ها از کلمات رمز برای شناسایی همدیگه استفاده کردن، اونها رو سرگرد هم شناسایی میکنه و بعد از اونه که مسلح میشه. ولی سرگرد باید کارش رو به صورت مخفیانه انجام بده و حق نداره که مستقیما به نقشش اشاره بکنه. اگه خودش رو معرفی بکنه توسط گرداننده حذف میشه. پس باید به صورت غیر مستقیم به بقیه بفهمونه که جاسوس ها کی هستن. قانون سوم، درخواست جلب و زندانه. چیزی که توی این بازی جدیده درخواست جلب و زندانه که توی گفتگو و بازی هر کس میتونه برای کسی که بهش تهمت جاسوسی زده درخواست جلب کنه. بعدش دفاع و دوئل اتفاق میفته و افراد حاضر رأی گیری میکنن و در صورت داشتن حداکثر آرا فرد بازداشت میشه. زندان این بازی 3 تا سلول داره و تا وقتی که هر 3 تا سلول پر بشه افراد میتونن درخواست حکم جلب بدن. در هر دور امکان 2 تا درخواست جلب وجود داره و در پایان دور گفتگو گرداننده هویت زندانی ها رو اعلام میکنه. قانون چهارم، ملاقاته. یکی از نقاط اشتراک این بازی با ارتش سری ملاقاته. به این صورت که هر کدوم از افراد در نوبت خودش میتونه تقاضای ملاقات با یکی از زندانی ها رو داشته باشه. قبل از ملاقات گرداننده سفید یا سیاه بودن زندانی رو بهش اعلام میکنه که سیاه یعنی جاسوس و بقیه سفیدن. اما توی ملاقات افراد حاضر میتونن به همدیگه راست یا دروغ بگن. در هر دور امکان 2 تا ملاقات وجود داره و بعد از ملاقات هم تا پایان دور اون فرد حاضری که به ملاقات رفته اجازه انتشار هیچ اطلاعاتی رو نداره. قانون پنجم، رد و بدل اسلحه. رد و بدل اسلحه هم مثل ارتش سری توی این بازی وجود داره. در ملاقات مامورای ضد جاسوسی با توریست، مامور میتونه اسلحه رو به توریست بده و اون قبول بکنه یا نکنه. اما در ملاقات سرتیم جاسوس ها و توریست، توریست مجبوره و باید اسلحه رو قبول بکنه. قانون ششم، مبادله. یکی از موارد جدید دیگه مبادله است. در طی روند بازی هر کسی میتونه یک بار درخواست مبادله افرادی که دور میز هستن رو با یکی از زندانی ها بده. اگر یکی از این طرفین مبادله گروگان باشه، مبادله انجام و جاهاشون عوض میشه. امکان مبادله و جلب مجدد یک نفر توی یک دور وجود نداره و در هر دور امکان 2 تا مبادله هست. قانون هفتم، شلیک. در مورد شلیک هم هر فرد مسلح فقط یک بار و در نوبت خودش میتونه شلیک کنه. توریست، گروگان و هم تیمی فرد مسلح تحت حمایت گرداننده و چنانچه مورد هدف قرار بگیرن قبل از اونها گرداننده بهشون شلیک میکنه. بجز سر تیم جاسوس ها که فقط اونه که میتونه به هم تیمی های خودش شلیک کنه. در هر دور امکان 2 تا شلیک وجود داره. قانون هشتم، خواب زدگی. یه قانون جدید دیگه توی این بازی خواب زدگیه. اما خواب زدگی چیه؟ در صورت کشته شدن یکی از افراد و اینکه زندان پر باشه، یکی از بازیکن‌ها و فقط یک بار میتونه خواب زده بشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه به دیدار فرد کشته شده بره و یه سوال با جواب بله یا خیر از اون بپرسه تا حقیقتو بفهمه. اما بعد از خواب زدگی بازیکن خواب زده اجازه حرف زدن نداره و تا آخر بازی باید سکوت کنه. اما قانون آخر، پایان بازی و اعلام برنده است. بازی چه زمانی تموم میشه؟ اگه همزمان هر 3 تا جاسوس توی زندان باشن، شورش میکنن و بازی به نفع گروه جاسوس تموم میشه. اگه همه اعضای گروه زد هم زندانی شده باشن، بازم بازی به نفع جاسوس ها تموم میشه. اگه تمام اعضای گروه چه زد چه جاسوس کشته شده باشن، بازی به نفع گروه مقابل به اتمام میرسه. در غیر این صورت، با تموم شدن توانایی های بازیکنان و شمارش افراد حاضر توی بازی، برنده اعلام میشه. وقتی که بازی به 3 نفر برسه که یکیشون زد و یکیشون جاسوس باشه، گرداننده برای شلیک اسلحه رو به نفر سوم
انجام میده که به کسی که فکر میکنه جاسوسه شلیک بکنه. توریست مسلح باعث برنده شدن هیچ گروهی نمیشه و در صورتی که اعضای هر دو گروه برابر باشن، زندانی ها هم شمرده و اون موقع برنده اعلام میشه. خب دوستان، اینم از ویدیو مربوط به قوانین بازی زد. لطفاً نظرتتون رو با ما در میون بذارید و اگه دوست داشتید با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.